بسم الله الرحمن الرحیم. با ادامه بخش دنباله ها در خدمت شما هستیم. در ویدیو قبلی با دنباله حسابی آشنا شدیم، در ویدیو اول هم با الگوهای خطی و تعریف دنباله. توی این ویدیو میخواییم با دنباله هندسی آشنا بشیم، یکی دیگر از انواع دنباله هایی که میتونیم روند پیشرویش رو بررسی کنیم و حدس بزنیم جملات آیندهش به کجا داره میره. این دنباله مثل دنباله قبل قابل پیشبینیه، این دنباله حسابی، و میتونیم یه الگویی براش تعریف کنیم. اینجا یه دنباله هندسی داریم، 2, 6, 18, 54. اگر دقت کنید تمام جملات این دنباله داره سه برابر میشه، یعنی جمله اول این دنباله ضرب در 3 و به همین ترتیب داره پیش میره. اینجا 3 برابر شده، اینجا هم به همین منوال 3 برابر شده و اینجا هم همینطور. اگه بخوام من اینو بازش کنم، ببینید جمله اول 2ه، جمله دوم 2 ضرب در 3، جمله دوم دوباره 3 توی ضرب میشه، میشه 2 ضرب در 3 به توان 2، و جمله 4 رو میشه 2 ضرب در 3 به توان 3. اگر دقت کنید شماره جمله یه دونه از توان این 3 کمتر، یعنی جمله دوم توان 3 1، جمله سوم توان 3 2. میبینید جمله سوم توان 3 رو میبینید که 2، جمله دوم توان 3 1، یعنی یه شماره کمتر. مثل دنباله حسابی ضریبه قدر نسبتمون یه دونه از شماره جملهمون کمتر بود، مثلا جمله دوم شد آیه که به علاوه دی، جمله سوم شد آیه که به علاوه دو دی. اینجا هم به همین ترتیبه که اینجا اون عبارتی که داره ضرب میشه رو میگن قدر نسبت دنباله هندسی، که توانش یه دونه کوچکتر از شماره جمله است. جمله عمومیش به این صورته، آن میشه آ1 کیو به توان n منهای 1، یعنی توان این کیوه که همون قدر نسبت ما یه دونه از شماره جمله کمتر. این فرمولم برای به دست آوردن دنباله هندسی و قدر نسبتشه که من مانند دنباله حسابی زیاد توصیهش نمی کنم، یعنی بدون اینم میشه ما به دستش بیاریم، ولی خب بعضیا ترجیح میدن که فرمول رو بدونن و بلد باشن، ولی نیازی بلد بودن نیست. من اینجا یه مثال بزنم برای به دست آوردنش. دو تا از جمله رو به صورت رندوم انتخاب بکنیم، فرق نمیکنه. جمله دوم رو انتخاب میکنم و جمله چهارم. جمله دومم 6، یعنی A2، یعنی کیو به توان A2N2، دو رو انتخاب میکنم و 4. من 4 رو قرار میدم، دو مهم نیست، 2 منهای 4، چون 2 و 4 انتخاب کردم. این برابر میشه با آدم 6 به روی A4 هم 54، 54، که این از اینجا به این صورت میشه کیو به توان منفی 2، یعنی 1 بر روی کیو به توان 2 برابر است با 6 54، میشه 1/9. از اینجا کیو به دست میاد 3. این میشه روش فرمولیش. روش غیر فرمولیش هم بعد تقسیم کنیم. ببینید شما میخواید کیو رو به دست بیارید، هر جمله رو به جمله قبلش تقسیم کنید میشه کیو،
چون داره کیو برابر میشه هر جور. مثلا اینجا 6 ضرب در چند شده؟ شده 18. ضرب در 3 شده. 18 ضرب در چند شده؟ شده 54. میشه 6 ضرب در 3 شده. پس از اینجا هم میشه قدر نسبت راحت به دست آورد. خب این سوال ما هم ببینیم. میگه که در یک دنباله هندسی با قدر نسبت مثبت، من این قدر نسبت مثبت رو در حین حل به شما میگم که به چه معنی. یه جمله دهم 64 و جمله ششم 4 میباشد. مطلوب از جمله عمومی، یعنی جمله عمومی از من میخواد، مطلوب سواله و جمله پنجم رو هم ازم میخواد. خب من باید جمله عمومی رو به دست بیارم، بعد جای N5 بذارم و بعد جمله پنجم رو به دست بیارم. خب برای جمله عمومی من چی میخوام؟ A1 میخوام با Q، این دوتا رو میخوام. خب مسئله بهم دوتا اطلاعات داده، یعنی A10 شده 64، A6 هم شده 4. خب A10 میشد A1Q به توان 9 دیگه و A6 هم میشه A1Q به توان 5. خب توان Q میدونه از اندیس کمتره. حلش رو با هم ببینیم. خب ببینید A10 شد 64، A6 هم 4 که این به این صورت بازش کردم، A1Q به توان 9 شده 64 و اینم به این صورت A1Q به توان 5 شده 4. خب ببینید من اینجا نمیتونم مثل دو مادر دو مجهول اینو حل کنم، چون تو دنبالای حسابی یه خاطرتون باشه ما به روش حذفی حل میکردیم دیگه، دو مادر دو مجهول میشد حذفی حل میکردیم. اینجا یا باید با روش جایگزینی حل کنید، یعنی چیکار کنید؟ یعنی اینجا مثلا بیاید بنویسید، یعنی اینجا بنویسید A1 یو به توان 5 مساوی با 4، بعد از اینجا طرفه رو به کیو به توان 5 تقسیم کنید، یعنی A1 میشه 4 تقسیم بر کیو به توان 5 و این رو تو معادله بالایی به جای A1 قرار بدید و بعد کیو رو به دست بیارید. این میشه یه روش. یه روش دیگه جدیدتره، یعنی نسبت به این روش و سریعتره. من این روش رو انتخاب کردم که اینجا آموزش بدم. خب ببینید ما اینجا طرفین معادله رو به هم تقسیم میکنیم. اگه شک دارید برای درستی این به اینجا توجه کنید. مثلا فرض کنید 2/8 برابر با 1/4، درسته؟ و 2/6 برابر با 1/3. خب اگه بیایم طرفین معادله رو به هم تقسیم کنیم، این دوتا رو به هم تقسیم کنیم، این دوتا رو هم به هم، اون وقت این میشه دور در دور و نزدیک در نزدیک، این میشه 2 ضرب در 6 تقسیم بر 2 ضرب در 8، یعنی میشه 2 ضرب در 6 تقسیم بر 2 ضرب در 8. از اون طرف هم میشه 3 ضرب در 1 که خود 3 و تقسیم بر 4، 3/4. خب از اینجا این 2 با این 2 ساده میشه، اگه اینا به 2 ساده کنم میشه 3، اینم به 2 میشه 4، پس میشه 3/4. یعنی همین درسته. پس اگه در تساوی طرفین معادله رو به هم تقسیم کنیم جواب یکی میشه، پس درسته این کار. من جا پاک کنم اینو قسمت رو. پس ما اینو درستی شو دیدیم که این واقعا کار درستیه. پس میام اینجا همین کارو میکنیم، این طرفین رو به هم تقسیم میکنیم، این دوتا رو به هم تقسیم میکنیم، این دوتا هم به هم، اما مساوی قرار میدیم، یعنی به این صورت. خب ببین اینجا A1 با A1 ساده میشه، A1 هم با A1 ساده شد و Q هم که اینجا توانش 9، اینجا 5، چون پایه های یکی هم توان هم کم میشن تو تقسیم دیگه، میشه 9 منهای 5 که میشه کیو توان 4 و مساوی با 16. از طرفین رادیکال با فرجه 4 میگیریم که کیو میشه مثبت و منفی 2. چرا مثبت و منفی 2؟ چون وقتی از معادله میاد بیرون، یعنی از رادیکال میاد بیرون، قدر مطلق داره دیگه. چون اگه یک عبارتی که مجهوله
از زیر رادیکال با فرجه زوج بیاد بیرون، داخل قدر مطلق میاد بیرون. پس Q مثبت و منفی 2. چون خود سوال گفته قدر نسبت مثبت، من این منفی رو غیر قابل قبول میدونم، یعنی این درست نیست. پس با این سوال رو حل میکنم که Q مساوی با 2. حالا اگه سوال نگفته بود، شما باید یه بار Q رو منفی 2 میگرفتی، یه بار Q رو 2 میگرفتی. اگه Q رو منفی 2 میگرفتی، اون وقت آیه کش در میاد یک منفی 1 هشتم. چجوری آیه کو دست میاریم؟ ببینید، میایم اینجا تو یکی از این فرمولا آیه کو به دست میاریم، این کیو رو قرار میدیم توش. من کیو رو دارم دیگه، به دست آوردم کیو رو، کیو که شد 2، میذاریم داخلش، اینجا آیه کو به دست میاریم. یه بارم بعد کیو رو میذاریم منفی 2 و آیه کو به دست میاریم، که اینجا سوال از این از ما نخواسته، یعنی فقط کیو مثبت خواسته. خب میریم سراغ جمله عمومی. جمله عمومی چی بود؟ جمله عمومی میشد آن مساوی با آیک کیو به توان ان منهای یک، یعنی آن میشه آیک، آیک من یک هشتم به دست اومد اینجا و کیو من هم که شد 2 به توان ان منهای یک. خب 8 میشه 2 به توان 3، این هم که 2 به توان n منهای 1، چون پایه ها مساوی توان از هم کم میشه، میشه n منهای 1 منهای 3، میشه n منهای 1 منهای 3 که مساوی با 2 به توان n منهای 4. خب پس اینجا این شد جمله عمومی من. حالا میخوام جمله 5 رو به دست بیارم، به جای n میذارم 5، n رو میذاریم 5 و میشه 2. حالا اگه سوال نمیگفت که کیو مثبته، شما باید یه دونه کیو هم منفی 2 قرار میدادی و یه دونه آیک و یه جمله عمومی جدید بر اساس اونم به دست میوردی. این کار میتونید به عنوان تمرین خودتون انجام بدید. خب این سراغ درجه واسطه یه هندسی، دقیقا شبیه درجه واسطه حسابیه که تو ویدیو قبل توضیح دادم، با یه تفاوتهای خیلی کوچیک که الان خدمتتون عرض میکنم. ببینید، به این دقت کنید، این ستا با هم تشکیل دنباله هندسی میدن. گفتم توی دنباله هندسی توی مقدار ثابتی به اسم Q دارن ضرب میشن اینا، یعنی حاصل تقسیم این به این میشه Q و حاصل تقسیم B به A بازم میشه Q، یعنی به این صورت، یعنی B به A میشه Q، چون داره یه مقدار ثابت توی ضرب میشه دیگه. مثلا اگه B 2 برابر شده C، از C رو به B تقسیم کنه میشه 2. برای این با هم برابر هم باید طرف وسطه این ساده، یعنی این در این ضرب بشه و این هم در این ضرب بشه، به عبارت مقابل میرسیم که این میشه درجه واسطه هندسی، این میشه واسطه هندسی. پس B واسطه هندسی بین A و C. و اگه بخوایم روش حلی ارائه بدیم برای درجه واسطه های هندسی بین دوتا عدد، به این صورته. سوال به ما یه عدد A رو میده و یه عدد B و به ما میگه بین این دوتا عدد به طور مثال 4 تا واسطه هندسی درج کنیم، یا 5 تا یا 6 تا. ما اینجا 4 تا رو گفتیم، 5 تا هم میشه. حالا با 4 تا رو یاد میگیریم و در مثالای متعدد بقیه امتحان میکنیم که میبینید به همین صورته. خب اگه جمله اول من A باشه، جمله بعدی میشه A در یه دونه Q، چون قدر نسبت Q دیگه، داره Q Q ضرب میشه، پس این میشه A1 Q. بعدی میشه A1 Q به توان 2. منظور من از آیه کمون ای اولمونه، یعنی ای کیو به توان، و بعد میشه ای کیو به توان 3، ای کیو به توان 4 و در یک کیو ضرب میشه، پس بی میشه ای کیو به توان 5. از برابر قرار دادن بی مساوی با ای کیو به توان 5 میشه کیو رو به دست آورد. چرا؟ چون بی رو که خود سوال داده، ای هم که سوال داده، و ای کیو به توان 5 میمونه
ما حسابش میکنیم. خب این سوال رو حل کنیم و بعد سوال بیشتر رو از واسطه های هندسی حل میکنیم. این سوال کنکور سراسری سال 87 که با هم میبینیم. این اعداد زیر سه جمله متوالی از تصاعد هندسی هست. واسطه عددی بین A و B کدام است؟ ببینید واسطه عددی یعنی واسطه حسابی، یعنی همون دنباله عددی. این جمله واسطه عددی یعنی واسطه حسابی. اگه خاطرتون باشه تو ویدیو قبلی گفتیم واسطه عددی بین A و B یه عددی مثل C که برابر با میانگین این دوتا، یعنی A و علاوه B دوم. تو ویدیو قبلی من اینو گفتم جز واسطه های دنباله حسابی بود. خب اینجا ما چی داریم؟ سه تا جمله متوالی از تصاعد هندسی. الان عرض کردم خدمتتون سه جمله متوالی یعنی این داره توی یه دونه کیو ضرب میشه و اینم داره توی کیو ضرب میشه به این صورت. پس حاصل تقسیم این بر این برابر با این بر اینه. ببینید یعنی دو به توان A تقسیم بر چهار رادیکال دو مساوی با چهار رادیکال دو تقسیم بر دو به توان A. در نتیجه ببینید یه دونه طرف وسط این کنیم به این صورت، این به این صورت در میاد، این دو به توان A ضرب دو به توان B میشه ضرب این دوتا. چون این دوتا پایه هاشون مساویه توانهاشون با هم جمع میشن و میشه دو به توان A به علاوه B برابر با رادیکال دو در رادیکال دو میشه دو. چهار چهار تا هم 16 تا، دو تا 16 تا میشه 32 تا. 32 دو به توان 5، در نتیجه A به علاوه B میشه 5. خب واسطه حسابی من چی بود؟ A به علاوه B دوم. ببینید اینجا نوشته بودم A به علاوه B. خب A به علاوه B رو مستقیما به دست آوردیم شد 5. 5 دوم میشه 2.5. به تمرین بعدی دقت کنید. میگه بین دو عدد 5 و 5 32 4 واسطه هندسی درج کنید. این اعدادو به دست بیارید. مثل همون توضیح روش حلی که بهتون گفتم. اولین عدد ما 5، آخرین عدد ما 5 32 اینو میگیریم A1، آخرین میگیریم A6. چون 6 تا ببینید جمله اول، جمله دوم، سوم، چهارم، پنجم و جمله ششم که میشه A1، میشه A1Q، A1Q2، A1Q3 به همین ترتیب تا A1Q به توان 5. خب A1Q به توان 5 رو گفتم مساوی جمله آخر قرار میدیم تا Q رو به دست بیاریم. A1Q به توان 5 شده 5 32. A1 رو که داریم همون 5 قرار میدیم. 5 Q به توان 5 مساوی با 5 32. 5 و 5 ساده میشه. Q به توان 5 میشه 1 32. 1 32 برابر است با 2 به توان 5. از اینجا رادیکال با فرجه 5 بگیریم کیو میشه 1 دوم. پس کیو رو به دست آوردیم. حالا که کیو رو داریم میتونیم همه جمله رو به دست بگیریم. جمله اول 5 بود ضرب در 1 دومش میکنه میشه 5 دوم. یعنی این الان ضرب در 1 دوم و دوباره این ضرب در 1 دوم، ضرب در 1 دوم و همین ترتیب همه جملات رو داریم. پس یه توضیح مختصر دیگه بخوام بدم. توی واسطه حسابی و واسطه هندسی به ترتیب دنبال دی و کیو میگردیم. از برابر قرار دادن آخرین جمله با آیک کیو به توان 5 میشه کیو رو به دست آورد. یه مثال قبلی دقت کنید. سه جمله متوالی، خاصیت سه جمله متوالی تو دنباله حسابی اینه که تفاضل دو به دوشون برابر. اما تو دنباله هندسی یعنی حاصل تقسیمشون دو به دو برابره.
یعنی فرقشون اینه. یعنی ما توی سوال مبنی دنباله حسابی تقسیم نمی کردیم، تفریق می کردیم، اما تو دنباله حسابی داریم تقسیم می کنیم. چرا تقسیم می کنیم؟ چون داره ضرب میشه. خب عکس ضرب تقسیمه، اونجا داشت جمع می شد، عکس جمع میشه تفریق، پس باید برعکسش کنیم که بتونیم دیر به دست بیاریم. خب این قسمت از ویدیو هم به پایان رسید، این بخش از تدریس. این سه تا ویدیو مربوط به ریاضیات تجربی هستش و ویدیو بعدی که در خصوص جمع دنباله های حسابی و هندسیه و حد مجموعشون مربوط به دانش آموزان رشته ریاضی هستش، ولی خب یاد گرفتنش برای دانش آموزان رشته تجربی خالی از لطف نیست و خیلی از تستای کنکور رو میشه به سادگی زد اگه اونو بدونی، و حتی کاربردهای زیادی هم داره یه رشته تجربی که میتونه ازش استفاده کنن. تا دیدار دیگر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.